آقای شمیرانی سلام، این رو برای مردم ایران میگم. امشب از مملکت زاغ و زغن میآیم، از لگد مال ترین سمت چمن میآیم. من فروپاشی ارکان وفا را دیدم، خوش ندارید ولی اشک خدا را دیدم. این خوارج همه را اهل ریا میبینم، بر سر نیزه نه قرآن که خدا میبینم. مگذارید مگس نغمه سرایی بکند، دیو در هیبت منصور خدایی بکند. راه سفر عاشق از گردن بندان پر، نامردم اگر این باج از خون مپردازم. سلام جناب شمیرانی، خسته نباشید. یه پیام داشتم، امیدوارم که همه مردم ایران هر روز اینو توی ذهن خودشون تکرار کنن که 37 سال حقشون خورده شده. یه وقت تحت تاثیر این گران نشدن بنزین، ارزان شدن تخم مرغ، 26 تومن سهام عدالت و اینا قرار نگیرن، چون این سیاست جمهوری اسلامیه که یه چیزی ازت میگیره بعد بهت میده که تو خوشحال بشی. هرچند که این جمهوری اسلامی از بین میره، ولی امیدوارم که مردم عقب نشین نکنن و حتی بیشتر اتفاقا بریزن توی خیابون و اعتراض خودشون رو نشون بدن که ما بی خیال نیستیم، ما گول این رفتار شما رو نمیخوریم، ما از حق خودمون کوتاه نمیایم و این جمهوری اسلامی باید بره هر طور که شده. امیدوارم که اعتراض ها مخصوصا بیشتر و بیشتر بشه، به خصوص روز 22 بهمن با پرچمای شیر و خورشید. زنده باد ایران. سلام جناب شمیرانی، لطفا از فدایان ایران بخواین، از ملت ایران بخواین. وقتی شعار نویسی میکنن، پول نویسی میکنن، حتما لینک کانالای شما رو بزنن که اونایی هم که حتی 1% از مردم که اطلاع از این شعار نویسی ها و اطلاع از این اقدامات ندارن، اونا هم اطلاع پیدا کنن. لینک کانال واقعا تاثیر خوبی داره. الان خیلی از دوستای من کانال شما رو نداشتن، براشون فرستادم، گفتن ای چه جالب، این کانال هم هست به این صورت فلان. از مردم میخوام خودم شخصا که وقتی شعار نویسی میکنن، حالا چه دیوار نویسی، چه تراکت، چه پول نویسی، حتما لینک کانال رو بزنن. حالا جفت کانال رو بزنن، هم سعید شمیرانی رو هم پشت پرده ها رو. ممنونم از شما. درود فرمانده، اینا رو دادم پسر خالم امروز نوشته، زنگ زدم بهش گفتم باید شعار نویسی کنی. فرمانده، شعار نویسی بسیار بسیار مهمه. سلام جناب شمیرانی عزیز. آقا چند روز ما این خانممون غذا درست نمیکنه، از گشنگی تلف شدیم. هرچی هم بهش میگم غذا درست کن، میگه که فعلا تحریمیم تا این رژیم رو عوض کنیم. رژیم که عوض شد، هرچی دوست داشتی برات میپزم. آقا ما چیکار کنیم؟ درود بر شما فرمانده، لطف کنید پیام منو پخش کنید. فرمانده عزیز، من متوجه نمیشم، بعضی زنگ میزنن چندین بار این سوال از شما کردن که بعد از رژیم آخوندی چی میشه؟ این دقیقا مصداق اینه. خیلی معذرت میخوام، من این مثال میزنم، خیلی معذرت میخوام. آدم توی نجاست گیر کنه تا گردن، در حال غرق شدن باشی، یا حال چند نفر بیان دست بگیرن بیرونت بکشن، بعد اون موقعی که داری غرق میشی نجاست، بیا حالا منو بیرون بکشی چی میشه؟ این کشور چیزی ازش نمونده، از هر لحاظ نابود شده. نه هوا داره، نه آب داره، نه پول داره، نه حقوق بشر داره، نه هیچی توش نیست. یعنی یه خرابه کامله. بعد نمیگم چی بعد از خرابه چی میشه؟ هر چی بشه از آخوندا بهتر میشه، هر چی بشه از این دوستخونه بهتر میشه، هر چی بشه هر کسی، مردم هستن، مردم خودشون دموکراسی رو تعیین میکنن. مگه تو کشورهای پیشرفته کسی رو دارن؟ رهبر از دل مردم بیرون میاد، مجلس از ما، میلیون ها انسان باسواد داریم که بیکارن، اینا خودشون کشور رو درست میکنن. ما صدها انسان باسواد فریخته داریم، هم تو خارج کشور هم تو ایران، اینا خودشون میدن مجلس مبعثان تشکیل بسن، مجلس ملی تشکیل بدن و کشور رو درست کنن. با تشکر از شما. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت فرمانده عزیز. طبق برنامه ریزی هایی که شده برای
از همگسستگی مبارزین بین کرد و ترک و فارس و لور و عرب و بلوچ که این از همگسستگی باعث بشه که با هم نباشن و دست به دست هم نتونن بدن و متحد نشن، من این شعار را برای امروز راهپیمایی آماده کردم که به امید پیروزی بریم و این شعار هم بدیم و نوشتم تا دست مبارزین و راهپیمایی کنندگان اونجا پخش کنم. به این صورت که میگیم بوجون بیزیم شعارمز ترک ملتی قرداشتی کرده فارسا عربه لورا بلوت گیلکه آیر ماین بیزلری قدرت هالسن دیزلری. با سلام خدمت شما عزیزان، من یه پیامی برای وزیر بهداشت داشتم که اینا یه قانونی رو تصویب کردن که هر مغازه‌داری که تو مواد غذایی هست بره آموزش بهداشت ببینه، گواهی بگیره بیاره و تاریخ انقضاش بعد از 3 ساله. من دوباره این الان گرفتم، میخواستم ازش یه سوالی بپرسم. در کنار این که سرکیستمو میکنن به کنار، میخواستم بدونم شما وقتی که مدرک تحصیلیتو گرفتی، گواهی نامتو گرفتی، بعد از این که 4-5 سال 10 سال دوباره گفتم بیا از اول بخون دوباره برو بالا، این چه بی‌عدالتی در حق مغازه دار میکنید؟ خدا رو خوش نمیاد این همه ظلم در حق مردم، خوب نیست. مامور شما اومده میگه آقا تخته پلاستیکی نباید کار کنید، تخته چوبی باشه. رفتیم 100 هزار تومان دادیم تخته چوبی خریدیم، دوباره اومده میگه که نه باید پلاستیکی باشه. بهانه پیدا نکرده، میگه یخچالات باید دماسنج داشته باشه. نشون دادم میگم همشون داره، میگه یخچال نشابت که نداره. یکم لطفا توجه کنید به این زیر دستاتون، بگید وقتی که پشت میز میشینن باید با آدم درست صحبت کنن، اینقدر گیر علکی ندن. مثل یک کسی میمونه که با اسلحه بالا سرت وایساده. اینقدر ظلم به مردم درست نیست. بالاخره سر پروسرات ما یختون خواهیم گرفت. و اینکه اینم میخواستم متذکر بشم که سپاه ننگین جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه یه خورده بیشتر بقای خودش رو داشته باشه، امکان داره 1 ماه 2 ماه بخواد جنگ مصنوعی راه بندازه، ولی ما شاهدیم که ملت دانا و متحد ایران این جنگ رو نمیپذیرن و بدنه سپاه و یا بسیجم برای جنگی که بخوان راه بندازن همراهیشون نمیکنه و رسما ما میبینیم که سپاه جمهوری اسلامی داره شکست میخوره، داره تضعیف میشه، داره نابود میشه و اون موقع اینو میبینیم که ارتش ایران با تمام قواش به مردم میپردازه و انقلابی که مردم ایران به پا کردن اونم تو شرکت میکنه و توکل به خدا مراکز مهم دولتی رو تصرف میکنن، همه سپاه و بسیجا خلل سلاح میکنن. توکل به خدا به پیروزی میرسیم. 22 بهمن روز جنبش غیرت و پیروزی ما ملت ایران. یا علی. جناب شمیرانی ازتون خواهش میکنم که به مردم بگید مثل سال 88 سرگرم مرگ مایکل جکسون نشن. این آتش سوزی کشتی نفتکش بازم یه داستانیه مثل سال 88 که مردم با مرگ مایکل جکسون سرگرم کردن و قضیه رو یه جوری ماسمالی کردن. من به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم به تمام خانواده های داغدار این آتش سوزی کشتی نفتکش، ولی از مردم میخوان سرگرم این قضیه نشن. اگه مردم میخوان باز کسی رو از دست ندن، هموطنی از دست نره، چه حالا به طریق های مختلف تو این مملکت، باید دست به دست هم بدیم. اگه واقعا از کشتن خسته شدیم، از مردن و تسلیت گفتن و از این قما خسته شدید، از دیدن قضا جمع کردن توی سطل آشغالا خسته شدین، دیدن این صحنه ها خسته تون کرده، باید با هم اتحاد داشته باشیم. جناب شمیرانی به مردم بگید اتحاد، فقط اتحاد. شعار نویسی کنن، کانال رو پخش کنن، مردم رو به اتحاد دعوت کنن،
با محبت، با صمیمیت میان قوم و خیشاشون، دوستاشون، همدیگر رو آگاه کنن. هرچند که الان مردم خدا رو شکر همه آگاهند، همه آگاهند. ازتون میخوام جناب شبیانی از مردم بخواید اتحاد پیدا کنن. اگه واقعا از این قضايا خسته شدید، اتحاد، هموطن من، اتحاد، اتحاد، اتحاد. سلام آقای شمیرانی، ممنونم از حمایتی که دارین به مردم ما میکنید. فقط میخواستم به یه سری از افراد که اخبارای ایران هم تماشا میکنن بگم، به همشون و همه اونایی که صدای من اگه میشنون، که اخبار 23 از اول تا آخر امشب داشت دروغ میگفت. تمامشون ترسیده بودن، ترس از صحبت کردنشون، از صداشون داشت کاملا مشخص بود که چجوری تظاهرات مردم رو با چند نفر از آدمای وابسته به دولت رو میکس کرده بودن و نشون مردم دادن و مردم ما رو چجوری اختشاشگر و فتنه‌گر معرفی کردن. مطمئنم که الان همهشون ترسیدن، به اخبارای ایران به هیچ عنوان گوش نکنن. واقعا اگر اول صدا و سیما رو بگیرن 50% راه رو رفتن و از خدا میخوام به هممون کمک کنه. مردم پاشید دیگه، بسه. تا کی میخواد سرتون رو تو برف بکنید؟ به خدا دیگه بسه، 40 سال صبر کردید. یالا با تو هم، با تو که نشستی تو خونت، نشستی تو خونت فقط نگاه میکنی. یالا حمایت کن، پاشو. آقای شمیرانی توجه کنید، تمام دستگیری ها همه جا، من تا حتی تو خود شهر ما، شهر خودمون همدان میدیدم، تمام دستگیری ها وقتی بود که حلقه های مردم از هم جدا میشد. تحت هیچ شرایطی نباید خیابونا خلوت بشه، همه باید از صبح تا شب 24. سلام خدمت فرمانده عزیز. جناب شمیرانی میخواستم به مردممون بگیم که بدونن اولین اولویت برای گرفتن و تسخیر کردن صدا و سیماهای هر مرکز استانه، و مردمون باید صدا و سیما رو در دست بگیرن تا بتونیم هرچه سریعتر به نتیجه برسیم و مردمون دل سرد نشن از این تجمعات و تظاهراتی که کردن. بعد از اون مراکز فرماندهی که دستور سرکوب مردمون رو میده، جناب فرمانده به مردمون بگیم که چه مراکزی تو اولویته و کجاها رو باید اول از همه بگیرن. لا به دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد.